أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمنين خدا همتان به خانه خدا خوش آمدید. الله جل و علا شانه این شب مبارک برای ما و شما مبارک تر کرده، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن یگان روز بهتر ندیدم که در اون افتاب برای او تا افتاب در او شینه از خیر و برکت پر مثل روز جمعه ندیدم، که همون روزی که افتاب طلوع میکردن بلند میشدن تا ششتن شد برای مسلمان روز جمعه روزی به برکت بود. این خیل روزی پر از ثواب گفته، این خیل روزی خیر من ندید. حتی که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یکی از عالمان یهود با نام کعب الاحبار امام آورد. کعب الاحبار، احبار جمع حیب و معنای بحر ایل، یکی از عالمای بدین مقصد ایمان آورد در زمان خلیفگی حضرت عمر که بحری علم بودند، عالمای یهود تابعین بودند. میگه کعب الاحبار رو پرسیده که آیا یگان فضیلت و خیری در نماز جمعه در کتابهای پیشینیان دیدی؟ گفته از تورات و زبور و انجیل من از یاد بدانی. یهودی ها و مسیحی ها از روی نیتای بدشان بود روزی خوبی هفته را یافته نتانستند، اما مسلمان ها از روی نیت و امت موحد بودن خدا برای اونها این سیر پنهان نشان داد، برای امت پیغمبر تحفه کرد روز جمعه را. بعد از او گفتم در تورات یافتم گفت یگان روز با فضیلت و با خیر که در آن افتاب برای تاشیشتن شد مثل روز جمعه نیست، که خدا برا توفه امت پیغمبر آخر زمان کرد. الحمدلله که ما در خداوند این روز توفه کرده. برای ما غسلش سنت رسول اکرم، حتی که حضرت امام احمد ابن حنبل سرشوری روز جمعه را واجبات ایمان میدانند، واجب میگیرند، اما ما سنتش میگیریم. چی از روز بزرگ نعمت فردا ما را منفذیر است؟ خوشا به حال آدمایی که تیاری میبینند، خوشا به حال آدمایی که در آن روز جمعه برای ادای دو رکعت فرض عین او تلاش میکنند، خوشا به حالش. این کنتم تعلمون، اگر شما خدا میگه روز جمعه را میدانسته فضیلت شد و نماز شد و ثواب شد، این تجارت زراعت شما هیچ در نظر تو نمیتوند، هیچ در نظر شما نمیتوند. اگر شما میدانسته پیغمبر صلی الله علیه و سلم در منبر ششتگی بودن در مدینه منوره جمعه در مدینه فرض شده گرد، پیغمبر وقتی که در مدینه با در بالای منبر نشسته بودن مردم و موعظه و امر معروف روز جمعه میکردن، خطبه میخوندن که کاروان بنی ثعلب آمد که آن روز در مدینه مردم قحطی زده و مردم چی بود؟ کمبغل و فقیر بودن. وقتی که کاروان آمد همه صحابه ها در حضور پیغمبر جمعه خانه شیشته بودن، کاروان آمد بوده جمعه را پرداختن قدیم موعیدش همه بسوی کار دوید، همین حالت دویدنده و ترکو که قائما قرآن میگن ترا پرداختن راست او گرفتن رفتن پیشتو اخاطر دنیا. بعد از اون نازل شد یا ایها الذین آمنوا اذا نودی من صلاة یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع و نازل شد نوید ای رزق ای جانب خدا، ای برکت ای جانب خدا، ای تیانده خدا، ای دوازده تن نماز خواه مانده همه بسید تجارت نبیدرم. بعد از آلا جلال الله شانه گفت روز نماز جمعه را گفتن برای شما از آناش نزدیک شد
بسکن این کارو براتون بنده دکاناتون بنده بیای به سوی ذکر و یاد خدا بیایی به سوی یاد خدا رزق خدا های قوت خدا های درمونده خدا های همه اجرا خدا دونه شما نخواه که در همین طول 24 ساعت شما یک ساعت برای پنج وقت نماز شما نکنه همه آدمه که 24 ساعت خدا توفش کرده 24 ساعت خدا در یک شبانه روز برای این توفه کرده همین علما 24 ساعت وقتی که پروردگار برای این توفه کرده برای هدیه کرده داده همین مجموعاً علما حساب کرده استیم در همین نماز اگر 5 دقیقه و 3 دقیقه مقصد سر شوند همگی در همین 24 ساعت 55 مینوت همین در نماز سر کردیم همین آدمه که 24 ساعت 55 مینوت برای خدا جدا نکنه چرا جهنم نرو اون 23 ساعت همین کار کن بخیر 23 ساعت همین خواب نرو شب و روز کار کن نخواب 55 دقیقه و 5 وقت نماز جدا نکنی نخواد 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت برای جمعه جدا نکنی خب چرا به جهنم نرو من همیون و ترکه او که خواهیم پیغمبر راست مخبوطن ای پیش رفتن چقدر اگه در یک مجلسی بوز کشن 20,000 جمع میشن در یک گوشین 100,000 جمع میشن در نماز بانده 3 ادام هم چقدر باید بوز تماشا کنه هم بخواه نماز قضا میگه با دوزخ برم با گوشین تماشا کنه با نمیرم عصر قضا شام قضا پیشین قضا اینقدر ضرب و لد و شرمندگی در اونجا میشن نگم بامداد سه آدم میبرد همین مجده رو تماشا کننده همین مجده رو دهن هم بامداد هم این ده آدم هم نگم اگر هم بوسکشن که هم ده هزار آدم جمع شد و ترک و که قائم هم ترا پاکوده میرم همین کاری بمعنی و کاری لحو دارم لحو این فضو من حولی که کاری لحو نبینن اینا که ترا میپردو این پرا میگریزن این پرای تو دور میشون اگر این وقتی کاری لحو ای آمان لحوان این فضو من حولی که و ترکو که قائما ترا میمونن رستا و ای پرام میرم این در عهد پیغمبری خدا شده که بودی که برای من عزیز روز جمعه تیاری دیدن در کار برای هر نماز تیاری دیدن در کار همین های کاری به معنی ابلیس طرفدارش بسیار هست کار خدا را طرفدارش کم هست آسان است کار خدا خوشم آقای آدمی که در مینی 24 ساعت حیاتش اخلا 55 دقیقه حیات چه برای عبادت جدا میکنه هیچی نه آخه هیچی 5 وقت نماز دارم فردا نماز جمعه اخلا 20 دقیقه وقت مونه خالصا لله برای جمعه جدا کنه خالصا لله که من جمعه خانی ها بکنم از دنیا آمدی دنیا بازی تلفن همش برایی 20 دقیقه هیچ قبل نداره این یک و 15 ازان می شود تا یک و 35 20 دقیقه به خالی صندیلا ای هم نیچی دو شویم شینیم هم دکه با خدا صحبت کنیم روایت شده است که روز معروف کرخی در لب دریای دجله نشست بود گروهی از جوانها در یک زورقا سلوک شده ای مستی الستی میکردن صداشان نیست به شهر فرا گرفت چند نفر از مردم آمدن و خیلی انسان های به عبادت بودن و معروف کرخی گفتن بزرگ معروف کرخی و ولی خدا برای اینو یه دعای بند نمیکنی چی جوان های بدبختی هستن که دارو به مستی هم دستشان نفت معروف کرخی مگه این اولیه ایتا دست مفرد داشته بلند کبر گفت پروردگارا و عزت و جلال و قسم میخورم ای پروردگارا این مردم در این دنیا اینقدر خرسند کردی در آخرت هم همیارم خیلی خرسند کرد آنها آمدن بودن معروف کرخی ما تو را گذیزم دعای بند میکی اینو نمود شوم تو با گذیزگی اینو را در آخرت هم خرسند کرد این چی که پیدا فهمیده تو یک عارف خدا یک عالی بزرگی گو چو این خیلی میگه اخی اینو گو گناهگارم تا
اینا رو به جای نفرین که دعای وزیر و ایشانی گفتستی شما. حضرت معروف میگه در پاسخ گفت وای بر شما چی خواه مردمی نادامه، من اونها را دعا کردم که خوشنودی آخرت هم اینا را در نویه کنید، آخرت هم خندم، خوشنودی آخرت به هدایت توفیق نمیشه آخی، چی خیلی که نوز خندیده سنیرم قیامت هم میخواه مردم سرور میکردن تا هدایت توفیق نصیبشون نمیکردن. من این گفت گفتم و دردیرم 70 بار گذراندم که همیان هدایت ده، همیان توفیق ده، همیان هم سزاوار عذاب تن نیستم. هیچ محل گفت برای مردم دعای بد نکنه، فقط دعای نکنه که همیان هم هدایت یابد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبر بنی اسرائیل و صحابه ها قصه میکرد، گفت پیغمبر در مردم یهود ای سهر تا بیگه در بازار و خیابان ها مردم دعوت میکرد، تبلیغگر بود، مردم چنان ضربش میکردن که حتی خون از روش جاری میشد، بلندی تیپه میبرامد میگو برار نگارا این مردم هدایت میگه اینا حالی هم کنه نمیشناسن، در این خطابو هر روز ضرب میخورد، هر روز گم میشنید، ما دعا میکرد که پروردگارا اینا را هدایت میگه اینا تره نمیشناسن، دعای بد نمیکرد. حتی که در طایف رسول اکرم چقدر عذاب دادم، چقدر غم دادم، آن روز خدا من ملائکه های کرم پیغمبر در پیش نهاد کرد که اینه در اجازت دم ای حبیبی من محمد صلی الله علیه وسلم اگر در اینها را آن سفارش دهی همه کوها را برای مردم طایف چپا میکنم، اینه در اجازت دم. رسول الله از طایف وقتی که بیرون میبرامد میگه طرف مکه مکرمه ایسه قدم میزن، از طایف تا مکه حدود 8 کیلومتر راه بود، میگه علمای حساب میکنن، پیغمبر سرش خم میگه وقتی که این شتم و حقارت و ضرب آن روز دید از این قومی بدبخت بدرک طایف، پیغمبر وقتی به سوی مکه آمدن 8 کیلومتر همیخ گرمی یا همیخ راه مشقت های خداوند تمام ملائک از طایف تا مکه امر کرد که بالای سر حبیبش سایه کنند. امروز رسول الله از همین مدینه از مکویف حدیثه که امام احمد روایت میکنه و سایه چی میامند؟ مکه میامند، تمام ملائک آمدن میگه افتاب نمیتونه که پیامبر را گرم کنند، میگه زیر درخت نشستن سرشون را برداشتن که از بینیان ابرهای سر تا پا ملائک پیچیدن، جبرئیل امین دیدن که بر رسول الله پیغام آوردن، بعد از اون گفتم که فرستاده خدا عرض و خدا قبول کرد، پیغمبر چه عرض کردم رسول الله اللهم این شکاوت به علی من شکایت میکنم به تو به خدا هیچ روزه که من آورده ایسا بینی سرم دارم شکایت کرد، دو پیغمبر شکایت کرده گردن از خدا سخت، یعقوب نبی برای یوسف نبی شب خیز دست شبلند کرد گفت خوب بیره برای من خدا در بدگیر یکی از انبیاء الهیه من شکایت دارم مادر گفت چه یک رو میخوندیم من به خبری پیامبر چه گرگ پیامبر میخوندن، بعد از او به حضرت فرد رفت گرگ و گرگ زدن که ما نکرده میکرم، دویم پیامبر از طایف برامدن شکایت کرده یعنی تمام حکومت خدا جمیده بیاد و خدا ملائکه که هر بیکن من همه دو دعاشم که نیستشم کنم، اما پیامبر گفت نگو در اینجا معصوم رو بگناه زیادم، من میخوام که این نسلی ها مردم را به دنیا بیاری که دین خدا را یاردم کنم، مردم به دنیا آمد از این مردم بدرک صحابه ها شدن، مردم به دنیا آمد در اطراف رسول استادن، امپریه های بزرگ دنیا را خم کردن، این مردم طایف بود. بعدی وقتی همون که دو پیشنهاد شد پیامبر داد، یکم بیا دعا که نیست شمن رسول الله دعا نکرد، دویم خداوند عالمی جین بر رسول الله پیشنهاد کرد، آنم روز پیغمبر حبیبم دعات قبول شد، اگر حکومتم جمعید دعات به درجه قبول شد که سیاره را نیست میکنم، تمام جینیان را بکنه جینیان اطاعت میکنم، رسول الله قبول کرد نه یا میکنم یا میشم. روزه شد که این چهار افق دنیا اسلام آمد، اسلام برای ما مفترس درگرد،
اسلام ما هیچ خدمت نکرده. چه خدمت کرده برای اسلام؟ اون مردانی که شب خواب نرفتن، صبح خواب نرفتن، عبید خواب نرفتن برای اسلام، در چهار افق دنیا زیدی حرکت های صلیبی و زیدی این حکمت مغل مبارزه بردن، اونا شب روز خواب رفتگی نستن، حتی خواب راحت نمدیدن. همه که زینگره بزرمان که ما صاحب مچه شدیم و صاحب محراب شدیم و صاحب منبر شدیم، صاحب فرزندای پاک شدیم، زندگی حتی تازه شدیم، خدمتی و عبر مردم هم و یا ایما خرزار نبودن که بیان در افغانستان پاک شدن، و یا ایما خرزار نبودن که بیان در سمرقند بخارای ما خاک شدن، و یا ایما ایمانش خرزار نبودن که در قطار کوهای ما خاک شدن. اونها به خاطر ندای لا اله الا الله مردن، خواب راحت ندیدن، زن و مردش راحت نکرد. حتی که پیغمبر خدا در انمی ماه مبارک از مسجد خیف در مدینه منوره آمدن احرام بستن، آخران حجی که رسول الله میکنن، زیاده 100,000 حاجی با رسول الله های یک از گوانده فلانی دامولا روح بلد مونه همه میده وکم دروفا قدی باشیم. این حجی هست که رسول الله روح بلد های تمامی صحابه این حجی و برکت های گفته زنای صحابه ماهی نه شانه احرام بستگیم در شکمشون فرزندوشون تیاره که به دنیا بیاین، اما اینو چی بستگیم؟ احرام. بگذار فرزندامون در انه همین سفر به دنیا بیاین. این تاریخ در فراموش نمیشود. محمد ابن ابوبکر فرزند ابوبکر صدیق در داخل حرم شریف به دنیا آمده. امروز ما چی خدمت داریم؟ امروز چی نمیگی؟ صحابه میخیزه زن و کودکش خدگی ما رسول الله علیه حج میکنیم، صحابه ها را فرزنداشان میبیاین در حج و دنیا میبیاین، حضرت ابوبکر زنشان در حج تولد میکنن. برای همین ما هیچ خدمت نکردیم عزیزو. آن روز عالم جین پیشنهاد میشوه، ما نمیکنیم، جینیان میکنن، ما گمونک نمی شریعت بسره کنیم. مردمی طایف رسول الله را بزنه بیرون میگن از طایف، خداوند مرده بیرن ناموس میتگه را مدینه میگن. ما نکرده مدینه کرد، طایف نکرد مدینه کرد، اما کاش درمان نمیکنه مردم مدینه میکنن. ادم و بیدم می ای پیامبر میبیرن رو بروش نشوه روزه که ما اسلام را زفر دهیم، اسلام جهانگیر شوه، ما مردم اینو ترسیم، ما دفرت نیستیم. شما روز اسلام جهانگیر شود تو مدینه را ترک می‌کنند. پیشکی گفتند که ما پنطور موقع ما نگیریم. پیامبر میگه از پیش مردم مدینه دم گردم و بیدم. رگ به خون نمیتونم. من به مدینه. من قطعی تانو مردم هم نمیجا. شما می نگفته تمام عهد به من رسول الله. ادم و بیدم. رگ به خون نمیتونم. من به مدینه نمیتونم. قطعی تانو دیگر. نشسته بود در داخل مسجد نبوی آن صحابه پیامبر، آن شیر میدانها، نام او کی بود عزیزان؟ نام اون صحابه سعد بن معاذ. پیامبر به دست مبارک جنازه را در گور نگرد، خبر برای سعد بن معاذ تنگ شد. این صحابه های بودن که دنیا را برزاندن، در جنگ خندق شهید شده. یه صحابه پیامبر اکرم به دست مبارک شان میمونن، انمی صحابه دهنی در این قبولگاه جناب پیامبر میبیا، در قبولگاه کشیشتر قبولدار صحابه را در حضور نبی کریم بلال حبشی، یک صحابه که غلام مایو قبولگاه رسول داشتن. قبول رو میکنن پیامبر، میاد رو میگه سعد بن عباده آمده، سعد بن معاذ آمده، فرستاده ای خلاف گوشه بدرویا و چی نیاد آمده کلمای مدینه؟ یاردمش کردیم، دستگیریش کردیم، اسلام دولت یا اسلام پول یا اسلام قدرت یا برای او آمدیم که میخواهیم در کوچه های مدینه پیغمبر دستگیری میکنه، مبلغ گذاری کنه، آبیاری شوه در کوچه ها، آب بیایم، مردم از آب استفاده برن، میخواهیم که شهرهای مدینه آباد شوه. گپ مونه میگیره یا نه؟ به همین سبب اومدیم، مبلغ جدا شوه، یاردم شوه. به همین نیت آمد، دهنی در دور آمد و پیامبر معجزه کرد، فهمید.
نو سهل ابن معاذ میخوای که حجت دنیا کنم برای حجت آخرت کنم. مردمی دانا بود مردمی مدینه دو یک دقیقه مسیحت کنه بیرون برای مردمی کلانای مدینه خدی بیوی مردم بیا می دنیا رو میگذرم میرمم روز میشه این مدینه آباد میشود بیا از پیغمبر آخرت بخواهیم همین دنیا چشمو داریم داریم دارم من همون فیلیست رو داریم خدا میخواهیم که آخرت رو مرمون شود. رسول الله گفت که خداوند قبول کرد اولی شفاعتم برای اهل مدینه روز قیامت برای فرزنداشون های برای نبیره هاشون های برای کسایی که از نسل مردم امثال خدا شفاعت میکنه برای من نصیب کرد. امروز برای مدینه امروز اکنون مدینه شهر هست که آبی هایی را بینه کوزگی را بینه دانا بود و صحابه آخرت طلب کردن خوشا به حال آدم هایی که آخرت طلب کنن این معروفی کرخی دعا کرد برادرگارا آخرت این جوانانی شوریده و مست ما را خوب بگه آخرت هم ترسن باشن. امام غزالی ها بردن ببینه معروف کریم ولی خدا های عالم شرع های طبع تابعین های این برای امت پیغمبر گناهگاراش آخرت آباد میخواهد تا کی این روز مردم دعای بر بکنه خدای به توفیق های ما را توفیق ده. کسایی که امروز در شور و ولوله و مستی در گناه هستند اینها را در آخرت با هدایت و توفیق با آنها که مست شان کرد آنها که خرسان شان کرد شبه بایزید و در گاه الهی گریه می کرد گریه می کرد می گفت پروردگارو نمی شود که من چین جهنم را تمام کنیم الهام آمد شبه دارم اکنی بایزید بگم جهنم چی خد کلانه من همی خد کلان کنی فقط من طاقت روری هم را جواب دهیم اولیای خدا شعروی خدا رو معنی شدیده من خدا طاقت دارم همی جهنم خلایی عذاب ندارم این مردی نمیشه که اونا او برم منی برمیم چی به این همی خواهی اینا هم طاقت ندارم ارزو دارم که من چنین دوزخت و کفری من دارم در همه جمع بهیش نمیخواهی برای عاشق بهیش دوزخت چی در کن همه شن یک اگر برای ما همه دنیا در ما در عذاب در اشتفه برای همین عزیزان و برادران دو چیز از دنیا همیشن فراموش نمیشون یکی جوان مردی یکی دیگی هر دشم رسول الله برای ما کردن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى أصحاب الأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صفوت الرسل